به نام خدا، تو این جلسه میخوایم به معرفی قسمت های مختلف فرز اونیورسال بپردازیم. فرز اونیورسال جزو پرکاربردترین فرز ها هستش که با چرخش کلگی میتونیم زوایای مختلف قطعه رو بزنیم و هم محور عمودی داره و هم محور افقی داره و سه تا محور اصلی حرکتی داره که محور طولی ماست به عنوان محور X معرفی میشه، محور عرضی ما به عنوان محور Y و نفوذ ابزارمون که محور عمودی فرز ما باشه با Z مشخص میشه. حالا بریم تا قسمت‌های مختلفش رو با هم دیگه نگاه کنیم. تو این قسمت ما میتونیم دور اسپیندلمون رو تعیین کنیم که از 60 شروع میشه تا 1500. به عنوان مثال میخوایم بذاریم روی 60 میشه L 1 و A L 1 و A. میخوایم بذاریم روی 360 میشه H. اگه دیدین دنده جا نمیده میتونیم اسپیندل رو بچرخونیم و به راحتی دنده‌مون رو جا بدیم، میشه L 1 و A. تو این قسمت هم میتونیم ما میزان پیشروی محور X رو مشخص کنیم که تو این جدول از 24 شروع میشه تا 720 که با این اهرم ها میتونیم ما تغییرش بدیم. وسط خلاص هستش و سمت راست میشه حرکت باربرداری ما که به این صورته، چپ و راست و حرکت خرگوشی ماست که باز دوباره چپ و راست میتونیم محورمون رو با سرعت بالا حرکت دستی هم میتونیم با این اهرم بچرخونیم. محور عرضیمون یا وایمون هم میتونیم با این اهرم عقب و جلو حرکت بدیم که با این دیمر قابل تنظیم هستش. بعضی دستگاه گیربکسی هست، بعضی دستگاه دیمری هست. حرکت سریعش هم با این دکمه هستش. محور زدمون هم با این میتونیم بالا پایین کنیم که میزان باردهیمون و نفوذ ابزارمون با این محور هستش. تو این قسمت هم مدرج هست، میتونیم کلگی دستگاه رو بچرخونیم با زاویه دلخواه که برای شیبزنی مورد استفاده هست. این هم میز اصلیمونه که تی شکل هستش. میتونیم روبند یا گیره یا سنظام یا تایکوب رو روی این قسمت روی میز دستگاه ببندیم. اسپیندل دستگاهمون هم که اینجا هستش، میتونیم کلت یا کفتراش رو به این قسمت ببندیم که دوران ابزار ما با این قسمت داریم. تو فرز ما قطعمون ثابته، ابزارمون حرکت میکنه، یعنی ابزارمون دواره، قطعه ثابته، برعکس تراش. یکی از وسایل پرکاربرد برای بستن قطعه کار روی فرز گیره ها هستن. گیره ها هیدرولیک دارن، مکانیکی دارن، نیوماتیک دارن و انواع اقسام گیره ها. گیره های سینوسی هم هست که میتونی شما زاویه بدین. این گیره مکانیکی هست، ساده است، فکش باز شوه. حالا میخوایم ما این گیره رو ساعتش کنیم نسبت به محور X و برای این کار ساعتمون رو مماس میکنیم به فک ثابت گیره به این صورت و شروع میکنیم به حرکت دادن گیرمون در محور X. میبینید که انحراف داره گیرمون. حالا برای اینکه انحرافش رو کم کنیم به این صورت ضربه میزنیم به گیره نزدیک به ساعت شدن شد. شروع میکنیم به صفر کردن پیچای گیره، یه ذره صفر میکنیم، یه ذره ضربه میزنیم به این صورت، حالا حرکت میدیم، اختلافش کمتر شد،
این صورت گیره ما ساعت شد. حالا پیچاشو خوب صفر میکنیم، فقط باید به ترتیب صفر کنیم، یعنی یکم این برو صفر کنیم، یکم اون برو. به این صورت. این هم از ساعت کردن گیره فرز ما. با تشکر، خدا نگهدار.